عناوین خبرها شعار مرگ بر ای در سراسر سر ایران تنین انداز شد. سفر هیئت ایرانی شوشانا 2022 به اسرائیل با پیامی بی سابقه و آیا بایدن به دنبال مخابره پیامی بی سابقه به ایران است؟ به ایران خوش آمدید. ادامه اعتراضات ای در ایران معترضان علیه خامنه ای شعار دادند اعتراضات آبادان به سرعت به شهرهای دیگر کشور کشیده شد. اینترنت در مناطقی که اعتراضها ادامه داشت برای چند ساعت قطع یا کم سرعت شده است. تظاهرکنندگان، کنندگان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. بر اساس اخباری که در شبکه های اجتماعی منتشر شد اعتراضات مردم در شهرهای آبادان، خورمشهر و بهبهان پنجشنبه به شب نیز ادامه داشته است. مقامات برای جلوگیری از گسترش گسترش اعتراضات به دیگر نقاط کشور تلاش کرده اند سرعت اینترنت را کاهش دهند گزارش های مبنی بر اختلال در اینترنت شهری و موبایل در مناطق گوناگون ایران انتشار یافته است در اعتراض شهرهای شهر خوزستان شعارهایی چون مرگ بر خامنه ای خامنه ای حیا کن مملکت و رها کن سر داده شد تظاهر کنندگان همچنین خواستار محاکمه علنی همه مقصران ریزش برج متروپول آبادان شدند. مترزان خشمگین آبادان با شعارهایی چون شهر ما خراب مسئول همیشه خوابه و آبادان خون ریزی تهران عروسیه به برگزاری مراسم حکومتی سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی واکنش نشان دادند. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تظاهرات خرمشهر زنان حضور فعالی داشتند اعتراضها به فرو ریختن برج متروپول در آبادان به خارج از مرزهای خوزستان نیز کشیده شده است در شاهین شهر اصفهان شامگاه پنجشنبه اعتراضات ادامه داشته است پیام رضا پهلوی در روزهای اخیر گروهها و افراد فعال اپوزیسیون کشور به فعل و انفالات خوزستان واکنش نشان دادند از جمله شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی خواستار افزایش همبستگی مردم ایران و پشتیبانی آنها از یکدیگر شد در بخش دیگری از این پیام آمده است امروز مادران داغدار آبادان همان مادران آبان هستند مادران ایزه و اندیمشک و فارسان و جونقان مادران کول بران کردستان و سوختبران سیستان و بلوچستان مادران ایران درد آنها درد ملت ایران است تنهایشان نمیگذاریم جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات از یک طرف راه سرکوب و ارعاب را در پیش گرفته اما همزمان از همراهی وزرای کابینه رئیسی با مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان سخن گفته است خبرگزاری ایرنا از سفر وزیران دولت سیزدهم به شهرستانها برای حل مشکلات مردم خبر داده است در گزارشی در این باره آمده که بازدید رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تا پاسی از شب ادامه داشته است ابراهیم رئیسی پیش از اعزام از وزرایش به شهرستان ها گفته است مشکلات مردم را حل کنید تا مسائل برطرف شود. رئیس جمهور اسلامی به اعتراضات مردم و مشکلاتی که در تظاهرها بیان شده اشاره ای نکرده است. رسانه های ایران از ادامه ی آوار برداری و انتشار بوی بد اجساد در زیر آوار برج متروپول خبر دادند. مهران رنجکش خبرنگار رکنانیز در این راستا بامداد جمعه شش خورداد یک پیام توییتری منتشر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم الان ساعت دوی بامداد جمعه شش خرداد 1401 الان پشت ساختمان متروپول که ریزش کرده هستیم همینجا که میبینید پشت سر بنده آوار همچنان ادامه داره و اینجا بوی بسیار بد تفون اجساد میاد علی رنچش خبرنگار خبرنگار رخنا آبادان بر اساس برخی گزارش ها آمار قربانیان بیش از آمار رسمی است احسان عباسپور فرماندار آبادان گفت شمار قربانیان حادثه ی ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 19 نفر و تعداد مصدومان حادثه نیز به 37 تن افزایش یافته است احمد وحیدی وزیر کشور هم نسبت به احتمال ریزش باقیمانده سازه هشدار داده است سفر هیئت ایرانی شوشانا 2022 به اسرائیل با پیام صلح و دوستی مردم ایران مخالف مماشات دولت های غربی با جمهوری اسلامی هند. گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا، بریتانیا و آلمان شامل استادان دانشگاه و پژوهشگر، حقوقدانان، روزنامه و فعال اجتماعی در دیداری ده روزه از 19 ماه می به اسرائیل سفر کردند. پیام هیئت شوشانا 2022 از جمله صلح و دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل است. اعضای این هیئت در نشست های رسمی با مقامات و نظران اسرائیل خواستار حمایت و پشتیبانی نهادهای غیرانتفاعی این کشور از مردم ایران به ویژه در بخش تکنولوژی و خبررسانی در ارتباط با شرایط بحرانی ایران شدهاند اعضای این گروه در جلسات و کنفرانس هایی که برگزاری آنها از پیش برنامه ریزی شده بود اعلام کردند مخالف احیای برجام هستند زیرا معامله غرب با جمهوری اسلامی نه تنها به منافع آمریکا و سایر متحدان منطقه واشنگتن ضربه میزند بلکه بر مردم ایران نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. آنها همچنین تاکید کردند که اکثریت مردم ایران خواهان یک زندگی عادی با رفاه نسبی در صلح و آرامشند. ایرانیان نه به بمب و فعالیت های اتمی نیاز دارند و نه به فعالیت های تخریبی و خرابکاری منطقه‌ای، بلکه میخواهند زندگی شرافتمندانه و آسوده‌ای داشته باشند. آنها در حالی به شدت نگران آینده فرزندانشان هستند که به جای یک چشمانداز روشن با گرانی های فزاینده دست و پنجه نرم می و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند بسیاری از مردم ایران به اعتراف مقامات خود جمهوری اسلامی محتاج نان شب شده اند بخشی از برنامه های این سفر که تا تنظیم این گزارش انجام شده دیدار با عضو پارلمان اسرائیل دیدار با شماری از مقامات و دست کاران وزارت خارجه اسرائیل از جمله سرکنسولگر پیشین اسرائیل در ایالات متحده و گفتگو با مدیر دفتر مطبوعاتی دولت اسرائیل بوده است در این دیدارها اعضای هیئت ایرانی به مقامات و صاحب نظران اسرائیل گفت مردم ایران مخالف مماشات دولت های غربی با جمهوری اسلامی هند. در ارتباط با این ملاقات ها دکتر زهره میزراهی حقوقدان و وکیل سرشناس جامعه ایرانیان آمریکا و سرپرست این هیئت میگوید رسانه های سراسر دنیا باید به اعتراضات زده حکومتی در ایران توجه کنند موج تازه ای از اعتراضات داخل ایران به راه افتاده که دلیل آن بحران فزاینده اقتصادی است مردم شعارهای ضد حکومتی سر میدهند و علیه مقامات ارشد رژیم شعار میدهند دهند. زهره میزراهی و همراهانش در این سفر از مقامات و دیپلماتهای های غربی خواستند با نمایندگان رژیم ایران سر میز مذاکره ننشینند و با رژیم سرکوبگری که دستش به خون مردم آلوده است مانند یک حکومت عادی رفتار نکنند. به گفته یه وی جمهوری اسلامی نه یک رژیم عادی بلکه مشتی عراضل و اوباش و گروه های مافیایی هستند که فقط به فکر منفعت خودشانند. یکی از برنامه هیئت ایرانی در سفر به اسرائیل بازخانی روابط تاریخی بین دو تمدن باستانی ایران و اسرائیل بوده است علاوه بر این در جلساتی که با مقامات اسرائیلی برگزار شد اعضای این هیئت به افشای فعالیت های مخرب ایران و به ویژه افشای تروریسم و قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران پرداختند سپاه به عنوان یک تشکیلات سرکوبگر نظامی اصلیترین ترین پشتیبان مالی و تسلیحاتی سازمان های تروریستی حماس و حزب الله در جنگ های است. یکی دیگر از برنامه های این سفر برگزاری نشستی در مؤسسه فناوری هولون بود که یک کالج دولتی است. این مؤسسه بر علم و فناوری و طراحی و هنرهای تجسمی تمرکز دارد و برنامه های متنوعی را ارائه می دهد. این برنامه ها از طراحی صنعتی تا طراحی ارتباط تصویری تخصص های مختلف در مهندسی، علوم و فناوری آیتی را شامل می شوند. یکی دیگر از برنامه های این هیئت برگزاری کارگاه بین تحلیل و بررسی مسائل خاورمیانه در دانشگاه آریل بود. موضوع بخش نخست این کارگاه رهبران مردم انتخابات را در بر می گرفت. محور بخش دوم این کارگاه پیامدهای تروریسم در گستره محلی، منطقه‌ای و جهانی بود. در مجموع پیام اصلی این هیئت ایرانی در ملاقات با مقامات اسرائیلی این بود که اعلام کنند بزرگترین تهدید برای مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی است و نه هیچ دولت و حکومت دیگر. آیا بایدن به دنبال مخابره پیامی بی سابقه به ایران است؟ مسئله حضور آمریکا در مانور نظامی اسرائیل به ویژه با توجه به اینکه هدف اصلی این مانور یعنی انجام تمرین جهت حمله به تأسیسات اتمی ایران اعلام شده، قدری تعجب آور بود. این اقدام با تلاش‌های دیپلماتیک دولت بایدن در روند احیای برجام تا حد زیادی در تضاد است. آمریکایی‌ها با حضور در رزمایش اسرائیل که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود، نشان میدهند که پلان بی نیز در ذهنشان است و امکان دارد که با اسرائیل همکاریهایی را علیه ایران انجام دهند